پذیرش 500 پناهجوی افغانستانی توسط ایرلند. چه کسانی واجد شرایط هستند؟ روش ثبت نام چگونه است؟ واجدین شرایط کسایی است که خانواده هایشان در ایرلند به سر میبره و یک تعداد فامیلشان در افغانستان گیر مانده یا به کشورهای همسایه مثل ایران، پاکستان، تاجیکستان و کشورهای همسایه فرار کرده. کسایی که در ایرلند به سر میبره میتونه که نام 4 نفر از آی خانواده خود که جانش در خطر هست به دولت ایرلند تسلیم بکنه. یک فرم خاص داره، باید اون فرم پر شوه. این 4 نفر میتونه که پدر و مادرش باشه یا اولادای زیر سنش باشه یا کسی باشه که معیوب باشه، بالاخره کسی باشه که آسیب پذیر باشه و نگهداری اونا کار سخت باشه. بنابراین شما میتونید نام 4 نفر را لیست بکنید. ثبت نام این برنامه از 16 دسامبر 2021 شروع شده و آنچه که گفته شده تا 10 فوریه 2022، یعنی به مدت 8 هفته ای 8 هفته یا 2 ماه دوام میکنه. طریقه ثبت نامش بسیار آسان است. یک فرمی است که حدود شاید 30-40 صفحه ای باشه، ولی فرمی است که تکراری هست. دو نگرانی نداشته باشین، یک فرمی است که با هم دیگه رو مرور میکنیم که چه قسمی ثبت نام میشه. وقتی که اون فرم پر شد، شما میتونید که به ایمیلی داده شده ارسال بکنید. این فرم شامل 5 بخش است که در بخش اول معلومات درباره کسی است که پیشنهاد میده، پروپوز میکنه، اما کسی است که در ایرلند به سر میبره. تمامی مشخصات خود شما که در کجا هستین، درآمد شما چقدر هست، چگونه زندگی میکنید و تمامی جزئیاتی که لازم هست در بخش اول یا سکشن اول شما نوشته میکنید. در سکشن دوم یا بخش دوم معلوماتی است که درباره فامیل شما است یا درباره کسایی که جانش در خطر است، معلومات اونا رو نوشته میکنید. نگران از این نباشین. فرم تکراری هست، مثلا جای 4 نفر هست، یک فرم در اول که نوشته میشه که نامش، مشخصاتش، در کجا زندگی میکنن، تخلصش چی بود، نمبر پاسپورتش چی بود، جزئیاتش چی بود، یک فرم که شد، عین فرم برای نفر دومی است، عین فرم برای نفر سومی است، عین فرم برای نفر چهارمی است. درست است تعداد صفحات زیاد میشه، ولی فرم عین مشخصات و عموم مشخصاتی که برای نفر اول بود برای نفر دومی است، یعنی آسان هست، شما میتونید به راحتی او را پر بکنید. سکشن سوم یا بخش سوم امضا یا سیگنچر شما است که شما میتونید در اونجا امضا بکنید، یعنی همین معلومات را که شما در بالا نوشته کردین درباره خود، درباره 4 نفر از اعضای فامیل خود، همین معلومات درست است و او را تایید میکنید. سکشن چهارم یا بخش چهارم درباره از این است که معلومات تر که شما ارائه کردین درست است، یعنی تمامی شرایط را که اونجا یک چند تا سوال جواب است تک مارک میزنید، به این معنی تایید میکنید آنچه را که من نوشته کردیم درست است، یا اینا که از وطن می تمام مصارف شما هم بپذیرم، مسئولیت هایش را به دوش میگیرم، امکانات برای ازیا فراهم میکنیم، همین معلومات یا دیکلریشن در اینجا هست که شما او را تک مارک میزنید و تایید میکنید. در بخش پنجم یا سکشن پنجمی همه فرم یک سلسله شرایط یا پرایوسی یا محرمیت اسرار است که دولت ایرلند معلومات شما رو پیش خود نگاه میکنه و با کسی دیگه شریک نمیسازه. احیانا اگر با کدام جای شریک بسازه یا با UNHCR یا دیگه سازمان، اینا شما رو در جریان قرار میده. خب دوستای، امو فرمی است که افغان ادمیشن پروگرام برای ایرلند هست. میبینیم که چه جزئیات داره و گفتم که اینی شامل 5 سکشن است. معلومات درباره شما هست، درباره کسی که اونا رو دعوت میکنید، امضای شما میشه، دکلریشن میکنید و پرایویسی یا محرمیت راز است. بخش اول معلومات درباره شما هست، اونا رو نوشته میکنید، در ادامهش جزئیات ارتباط خود نوشته میکنید، جای بود و باش خود شما جزئیاتش رو نوشته میکنید، انکم خود رو نوشته میکنید، در واقع درآمد خود رو، و در ادامه چه سهولت هایی رو شما فراهم کرده میتونید. در این اینجی میگه چند تعداد نفر در خانه شما زندگی میکنه، نامای هر کدامشان نوشته بکنید و هرچند نفری را که شما دارین اونا را لیستشان را ترتیب بدهید. این جزئیات مربوط خود شما میشد و میاییم در سکشن 2 Information about your family members, sponsored beneficiaries، درباره معلومات فامیلی شما هست که در افغانستان یک کشور دیگه زندگی میکنه. این فرم مربوط اونا هست، شما میتونید جزئیاتش را نوشته بکنید و آیا اونا با کجا زندگی میکنه، با UNHCR را معرفی شده نشده، اگر شده کد نمبر UNHCRش چی هست، نامش را نوشته میکنید، تخلصش را نوشته میکنید، نامهای قبلیش را نوشته میکنید، چرا نام خود را تغییر داده و رابطهش با شما چی هسته،
و نوشته میکنید که این چه کاره هست، چقدر آسیب پذیر هست، تمام جزئیاتش شما در اینجا نوشته میکنید. این معلومات برای یک نفر بود، نفر اول بود، و این معلومات برای نفر دومی هست. فرق نمیکنه، معلوماتی که برای نفر اولی نوشته شده بود برای نفر دومی میشه. تمام این معلوماتی که داده شد در این هم شما باید راجستر بکنید. این دلایلی که مثلا در خطر هست، older person می باشه، single woman می باشه، یا ای که person who previously توسط نهادهای اروپایی استخدام شده و single female، یعنی پدر مادر شما باشه یا اطفال شما باشه یا کسایی باشه که معیوب باشه. اینی کسایی است که آسیب پذیر هست. شما میتونه هر کدام اینا رو داشتین نامش وارد بکنید. باید داشته باشین که 4 نفر باشن و دلایلی در خطر بودن هم شما میتونید در اینجا نوشته بکنید. نفر نمبر 3 هست و همینطور ادامه میکنه تا نفر نمبر 4. میاییم در بخش سکشن 3، در واقع سیگنچر یا امضای شما هست. در بخش 4 دکلریشنش هست، یعنی همون معلومات را که شما ارائه کردین، یک سلسله سوال جواب است، اونا را شما برشان تایید میکنید. همه هر مسئولیت اینایی که هست ما اونا را به دوش میگیریم. و در قسمت سکشن 5 پرایویسی هست، حفظ محرمیت اسرار هست که ارائه شده. و وقتی که فرم شما تکمیل شد، شما میتونید که او را به این ایمیل آدرسی aap@justice.ie ارسال بکنید.